درود به بینندگان محترم، با برنامه زنگ سلامت در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین و با ورزش و تمرین‌های روزمره بتونید زندگی خوبی رو برای خودتون و خانواده‌تون مهیا کنید. این هفته هم به یه موضوع دیگه‌ای در رابطه با نوجوانان و جوانان می‌پردازیم که اون هم چیزی نیست جز استرس روزانه و یا ناشی از هر موضوع دیگه‌ای در زندگی نوجوانان و جوانان. و برای اینکه بتونیم بهترین استفاده رو ببریم و بهترین توصیه ها رو برای شما بینندگان عزیز داشته باشیم، از یکی از اساتید بزرگ این رشته که خوشبختانه ایشون در لندن تشریف دارن، خانم دکتر فرنودی، دعوت کردم که در این برنامه یه توصیه های مناسبی رو برای ما ارائه بدن. ایشون متاسفانه نتونستن به خاطر و برنامه های متعدد دیگه در استودیو تشریف داشته باشن که ناچارن فقط تلفنی با ایشون مصاحبه خواهیم داشت. امیدوارم که بهترین استفاده رو ببرید. خب خانم دکتر فرنودی، با عرض درود به شما، اگه در ابتدای مقدمه بفرمایید بنده چند تا سوال از حضورتون میپرسم. ممنون آقای نوید، شما با من گفتگویی داشتید راجع به اینکه آیا این گفته معروفی که عقل سالم در بدن سالمه معنای علمی داره امروز در روانشناسی. من به توضیح دادم راجع به نقش ورزش، نقش ماساژ، نقش فیزیوتراپی در رابطه با به وجود آوردن یک ذهنیت سالم، رژیم غذایی خوب در رابطه با ذهنیت سالم، و اشاره کردید که جوانان ما امروز از نظر فشارهای عصبی و عناصری که استرس‌زا هست خیلی مشکلات بیشتری دارن، و من گفتم که درسته به خاطر تکنولوژی و هجوم تکنولوژی و فشارها و شرایط دنیای امروز جوانای ما اون روزگار خوشی رو که ما در دوران جوانی داشتیم ندارن، و به این دلیل که احتیاج هست که از مکانیسم‌های مختلفی برای آرام کردن و به اصطلاح بهبودی وضع خودشون استفاده کنن. حالا شما هر سوالی که دارید بفرمایید، من با کمال میل در خدمتتون. خیلی ممنون خانم دکتر فرنودی، بنده از صحبت‌های شما اصلا سیر نمیشم، امیدوارم که بینندگانم بهترین استفاده رو بکنند. سوال اولی که در حضورتون میخواستم بپرسم اینه که به عنوان یک جوان یا نوجوان فرض بگیریم، چجوری اینا میتونن علائم استرس رو در خودشون شناسایی کنن؟ یک جوان چجوری میتونه متوجه بشه که استرس داره؟ به عنوان مثال بنده با همکار جوان، با افراد نوجوان، فامیل و دوست آشنا که صحبت میکنیم، برفرض یکی اومده مطب زده، کار داره، زندگی داره، ولی وقتی باهاش صحبت میکنیم میگه من دارم داغون میشم، میگم تو دیگه چرا؟ میگه خب منم جزئی از بقیه ام. یا یه همکار دیگه جوانی که باهاش صحبت میکردم اخیرا گفتم چه خبر چطوری اینا، میگه اوضاع مملکت رو ببین، حال ما رو بپرس. به هر حال به عنوان یه نوجوان چجوری یا یه جوان میتونه علائم استرس رو در خودش شناسایی کنه که در نهایت به راهکارها و توصیه‌های شما هم بپردازیم در این مورد؟ بله ببینید، مهمترین مسئله شو اگر آدم میخواد علائم اضطراب و افسردگی رو خودش شناسایی کنه، اختلال در خواب، اختلال در خوراک زیاد خوری یا کم خوری، پرخوابی یا بیخوابی، مسائلی مثل جویدن ناخن، بیقراری، نمیدونم عدم تمرکز بر روی فعالیتی که فعالیت‌های اصلی شونه مثل تحصیل و غیره، یا حالتی که در واقع بهش تشویش عمومی میگن، یعنی لذت نبردن از هیچ چیز زندگی و در واقع با اندوهی که زندگی یک نوجوان
نباید داشته باشه سر و کله زدن. اینا از مسائلی هست که جوونا میتونن متوجه بشن که حالشون خوش نیست. خیلی عالی. خانم دکتر فرنودی، آیا استرس جزء در از نظر رشته پزشکی جزء بیماری حساب میشه یا یک مشکله؟ این یه سوال جزئی و در نهایت هم اثرات این استرس اگه مورد درمان قرار نگیره یا پایین نیاد یا برطرف نشه در کوتاه مدت و دراز مدت برای این قشر جوان و نوجوان چه خواهد بود؟ ببینید، استرس یه بخشی از دنیای بخش طبیعی طبیعت دنیای امروزه، دنیای شتاب زده ای که برای هر به اصطلاح موفقیتی مراحل بسیار دشواری پیش روست. به این دلیل که ما دنیای امروز استرس داریم، رقابت ها سنگینه، وضع جهان نابسامانه، تحولات ناگهانی و بیرون از انتظار، اینا همه به خصوص برای بچه های ایران که مسئله بیکاری، مسئله فقر، مسئله فشاری که رو والدینشون هست، مسئله نداشتن زندگی طبیعی یک نوجوان که معاشرت ها و ارتباطات جوانان با هم هست و اینا، اینا همه از مسائلی است که زندگی رو، روزگار رو برای بچه های جوانای ایران سخت و تنگ کرده. ولی برای دنیا هم روزگار خیلی بهتر از این نیست. اما چیزی که در واقع ما میتونیم توصیه کنیم به جوانان اینه که دست از زیاده خواهی خودشون بردارن و به ساده زیستی اکتفا کنن و محیط خانواده با والدینشون وقتی رو بگذرونند که موجب آرامششون میشه و اینا همه جزء ورزش رو ندیده نگیرن، رژیم غذایی درست، همه از فعالیتهایی هست که به سلامت فکری نوجوان کمک میکنه. و بهترین چیزی که برای جوانان من توصیه میکنم دور بودن از اعتیاد و مواد مخدر و اعتیاد داشتن به فعالیت‌های سالمی مثل ورزش. خیلی درست میفرمایید خانم دکتر. واقعا انجام یک سری ورزش ها در طی روز و هفته ثابت شده که اثرات خیلی مثبتی، من جمله پیشگیری از روی آوردن به این مسائلی که مثل اعتیاد اشاره کردین داره که در ادامه برنامه به اون قسمتی که و متد هایی که ما از در فیزیوتراپی ازش استفاده میکنیم برای موضوعات برمیگردم. یه نکته خوبی که اشاره کردین زیاده خواهی جوانان و یا یه چیزی که این روزها خیلی مشاهده میکنیم مخصوصا در بین ما ایرانی ها متاسفانه پیش اومده اینه که خانم دکتر فرنودی همه به یه طریقی هیچ کاری به اون جاجمنت یا قضاوت عادلانه ندارن، سریع تا یه مشکلی پیش میاد طرف مقابل رو یه جورایی بلیم میکنن و مقصر میدونن و هر کسی این سعی میکنه مشکلات رو از خودش به اون طرف مقابل بندازه که خودش رو در واقع بی تقصیر بدونه، که این خودش هم باز باعث میشه استرس بالا بره. به هر حال خیلی نکات خوبی را اشاره کردین. یه سوال دیگه که من داشتم خانم دکتر، راه‌های در مورد ورزش حالا اشاره کردین، بنده چندین برنامه در رابطه با ورزش و تأثیراتون در زندگی نوجوانان و جوانان داشتم. از نظر دیدگاه روانشناسی ما به چه طرق خوبی میتونیم جوانا رو تشویق کنیم به ورزش؟ بله، ببینید من اول این سوال پاسخ میدم، خیلی کوتاه باید برگردم به جلسه و متاسفم که طولانی تر نمیتونم در خدمتتون باشم. اما چیزی رو که من میتونم بگم این هست که بچه ها امروز خوشبختانه یه دایره المعارف متحرک همراهشون هست و اون این اینترنت و گوگل و اطلاعاتی که روی اینترنت و گوگل هست. اگر بچه ها رابطه ورزش با سلامت روان رو بررسی بکنن، گوگل کنن، میبینن که ده ها مقاله، بیش از ده ها مقاله در این زمینه، صد ها مقاله هست که چگونه میشود بیوشیمی مغز رو با ورزش و
ماساژ و فعالیت‌های سالم و رژیم درست عوض کرد. و جوانا باید بدونم ما بیش از یک مغز متاسفانه یا خوشبختانه در اختیارمون نداریم و این مغز هم با انواع به اصطلاح مولکول‌های شیمیایی، پیام‌آوران شیمیایی فعال کار می‌کنه. بنابراین ما بهترین کمکی که به خودمون میتونیم بکنیم اینه که این مغزمون رو سلامت تر کنیم. روزگار به همه شما خوش و خوشحالم که شما در این زمینه به جوانان ما کمک میکنید و با فعالیت‌های سلامتی که دارید به جامعه چه در ایران چه در انگلستان کمک میکنید. خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنم از شما خانم دکتر فرنودی که تشریف آوردین در این برنامه، توصیه لازم رو کردین. امیدوارم که در لندن بهتون خوش بگذره و به امید دیدار. خب بله، ممنون از شما. قربان شما، روز خوش. خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه همونجوری که اشاره شد، ببینید ورزش اثرات خیلی زیادی در کاهش استرس داره. اولین اثرش اینه که مقدار یه سری هورمون هایی که باعث شدن اون استرس بره بالا بیاد پایین، که این هورمون ها مثل آدرنالین و اینجور هورمون ها هستن، و فعالیت بدنی و فیزیکی و تمرینات و ورزش ها باعث میشن که تمام سیستم متابولیسم بدن دچار تحول بشه، فعالیت بکنن تمام این سلول ها، سیستم عرق کردن و دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس فعال میشه و تمام تمرکز بدن میره روی انجام اون تمرین ها. برفرض دویدن رو در نظر بگیریم یا کوهنوردی رو در نظر بگیریم، در اینجور فعالیت ها بدن چون روی مسائل و موضوعات دیگه ای تمرکز میکنه و اون تولید انرژی برای انجام اون کارهاست، نهایتاً اون استرس رو فراموش میکنی. و دلیل سادش هم اینه که شما به صورت یه نفر که تازه ورزش کرده، اگه 5 دقیقه 10 دقیقه بعدش به این صورت این شخص نگاه بکنید و یه عکس ساده بگیرین قبل و بعدش رو، که جدیدن مد شده خیلی برای تبلیغات این کارو میکنن، واقعا نگاه بکنید کاملا متوجه میشین که یه شخص دیگه‌ای در مقابل شما قرار گرفته. برای اینکه یک ساعت ورزش کرده و اون استرسش اومده پایین، اون هورمون‌های بدن تناسبشون رو به دست آوردن و شخص ریلکس شده. به همین خاطر در اینکه مقالات و تحقیقات هم این بس و موضوع رو ثابت کردن شکی نیست، و همونجوری که خانم دکتر فرنودی هم اشاره کردن، با یه سرچ ساده در حتی گوگل هم شما میتونید به ده ها و صد ها مقاله دسترسی پیدا بکنید که همون خلاصه شون هم که بخونید متوجه میشید که ورزش و تمرین های روزانه و فعالیت فیزیکی چقدر میتونه تأثیرات خوبی روز زندگی شما و مخصوصا پایین آوردن استرس داشته باشه. به همین لحاظ از همه شما عزیزان و نوجوانان و جوانان عزیز میخوام که حتما ورزش را در زندگیتون بیارید. برای شروع اون هم بهترین کار اینه که با دوستانتون قرار بذارید، از همون پارک که میرین پیاده روی میکنید سعی کنید با لباس گرم کن برید که اونجا بتونید 5 تا حرکت اضافه انجام بدین، 4 دقیقه بدوین تا 100 متر بالاتر برگردین سر جاتون، 4 تا شنا برین، 4 تا بشین پاشو انجام بدین، هفته بعدش برین کوه با خانواده هاتون، سعی کنید برین بیرون. زندگی همجوری که مهمان برنامه هم اشاره کرد، متاسفانه رو به تکنولوژی بیشتر میره و این تکنولوژی خودش یکی از اثرات استرس در زندگی مردم شده، و مخصوصا نوجوانان و جوانان که به خاطر مسائل درسی و ارتباطاتشون خیلی بیشتر بعضی وقتا از بزرگسالان هم از این دستگاه ها من جمله تلفن و کامپیوتر اینا استفاده میکنن، بیشتر تحت استرس قرار میگیرن، چرا که خود این دستگاه ها متاسفانه بیشترین استرس رو به آدم میده. همونجوری که در برنامه های در رابطه با کامپیوتر و اثرات اون روی بدن صحبت کردیم قبلا، وقتی که شما نیم ساعت پشت کامپیوتر میشینین، فقط این کوفتگی و خستگی و استرس توی مایچه ها و گردن شما و دست های شما و کمر شما نیست، بلکه استرس روحی خیلی بهتون میده، به چشماتون آسیب میرسونه،
و از همه مهمتر اون تمرکز شما رو از بین میبره، چون مغز خسته میشه. به همین لحاظ خیلی اهمیت داره که شما، نمیگم اینا رو قطع کنید، این اصلا نشدنیه. ماها هممون یه جورایی به این تکنولوژی عادت کردیم و بخشی از زندگیمون شده، ولی کسی برنده است که در کنار این به ورزش و تمرینم برسه و حداقل با نیم ساعت ورزش در طی روز زندگیشو خوب مدیریت بکنه و بتونه از ده ها مشکل و ناراحتی جلوگیری بکنه. چرا که متاسفانه وقت نشد با دکتر فرنودی این بحث رو ادامه بدم. یکی از موضوعاتی که ما در فیزیوتراپی باش خیلی سر و کار داریم، ارتباط روحی روانیه که ما در طی این جلسات تمرین درمانی و کارهای دستی و مانوال تراپی و غیره با بیمار برقرار میکنیم و به همین لحاظ مسائل روحی روانی در فیزیوتراپی جایگاه خیلی بالایی دارن و در دوره دانشگاهی هم حتی شاید 30-40% واحدهای فیزیوتراپی به مسائل روحی روانی و روانشناسی میپردازه. و به عنوان مثال وقتی که یه نفر کمردرد گرفته، 3 ماه تو خونه افتاده، یا یکی زانو شکسته، 2-3 ماه طول میکشه که به زندگی طبیعی برگرده، طی این دوران شخص دچار استرس بالایی میشه و به همین خاطر روش هایی که ما در کنار خوب کردن اون بیماری میتونیم به بیمار کمک بکنیم که استرسش رو بیاره پایین و نذاره که شخص مشکلات بیشتری پیدا بکنه. به همین لحاظ در این موضوع یک اصطلاحی هست به اسم سایکوسوماتیک که حتی یک برنامه هم در این مورد داشتیم که امیدوارم اگه همچین مشکلاتی دارین این برنامه رو هم ببینید و استفاده لازم رو ببرید. به هر حال سایکوسوماتیک مفهوم سادش اینه که بیماری های روحی بیماری های فیزیکی و جسمی ایجاد می کنن و برعکس بیماری های جسمی و فیزیکی میتونن رو روحی و روان ما تأثیر بذارن و این بحث خیلی بزرگی در بحث پزشکی است. و جالب اینجاست که خیلی از همکاران ما در کشورهای غربی، مخصوصا در هلند یادم، نصف از اساتید رشته فیزیوتراپی ما تخصصشون رو در رابطه با موضوعات روانشناسی ادامه داده بودن و گرفته بودن که یک تخصصی در واقع از شاخه‌های فیزیوتراپی است که با ادامه 1-2 سال دوره روانشناسی میتونن تأثیرات خیلی بسزایی روی بیماران بذارن. و فقط هم در این مورد نبایستی به بیماری‌های دستگاه ماسکول اسکلتال نگاه کنیم. شما یه نفر رو نگاه کنید که قطع نخاع میشه، یه نفر که ام اس میگیره، یه نفر که بیماری‌های خاص دیگه ای را میگیره در سنین جوانی و نوجوانی در نظر بگیریم، متوجه میشید که یهو زندگیش دچار تحول بزرگی میشه. یه نفر که ضربه مغزی میشه و یک طرف بدنش فلج میشه. به هر حال تمام این بیماران در نهایت دچار مسائل روحی روانی و مخصوصا استرس میشن و به همین لحاظ هست که جایگاه این نوع مدیریت هایی که بتونیم به خوبی و با توجه به شواهد و تحقیقات روز دنیا تأثیرات خوب را در هنگام درمان همکاران فیزیوتراپیست روی بیمار بذارن خیلی حائز اهمیت هست. و امیدوارم که شما عزیزان بتونید از این موضوعات بهترین اطلاعات را به دست بیارید قبل از هر چیز و در نهایت با انتخاب یک متخصص مخصوص که بتونه کمک های خوبی به بیماری شما چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی داشته باشه، بتونید زندگیتون رو به روال عادی برگردونید. همین صحبت کردن در مورد استرس یا مشکلات شخصی میتونه راهکارهای خیلی زیادی برای شما عزیزان به دست بیاره. همین که شما اول از همه با علائمی که مهمان برنامه هم اشاره کردن و با یه سرچ ساده، البته خود دایگنوزی و یا خود تشخیص بیماری منظور نیست، ولی
وقتی که میبینید نمیتونید خوب استراحت کنید، نمیتونید خوب بخوابید، غذای خوب نداریم، برخوردتون با یکی تنده است، تمام اینها نشانهایی از استرس در وجود شماست. و همونجوری که اشاره کردم، بهترین راه هم برای پایین آوردن استرس یک سری تمرینات و ورزش های همیشگیست که میتونه تأثیرات خیلی خوبی در زندگی شما داشته باشه. پس امیدوارم که اگه ورزش در زندگی ندارید، حتما با دوستاتون بشینید یه قرارهایی بذارید. با خیلی چیزهای خیلی ساده میتونید شما حتی نیم ساعت پیاده روی بکنید، نیم ساعت برید تو باشگاه های مختلف، شنا برید، کوهنوردی برید، به هر حال یک چیزی پیدا میشه که مورد علاقتون باشه. و در این وسط دوست هایی که متوجه میشن دوست دیگرشون استرس داره، امیدوارم اونا رو تشویق کنم به ورزش و یا خودشون پا پیش قدم بذارن و این دوستا و همکلاسی و همدوره یا خودشون رو بکشونن به میادین ورزشی، چرا که ورزش یکی از بهترین روش های مدیریت استرس هست و در کنارش نه به داروی شما نیاز دارید، نه مسائل هنگفتی بایستی برای روانشناسی و غیره بپردازین. با یه ورزش ساده بعد یکی دو ماه متوجه میشید که کلی از مشکلات شما پایین اومده. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. متاسفانه خانم دکتر در جلسه‌ای که بودم فرصت نشد باشون تا آخر برنامه باشیم، که از جانب ایشونم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. اگه انتقاد و نظری در این مورد دارید، از طریق راههایی که در زیر برنامه میبینید با بنده در تماس باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد، روز روزگار خوش، خدا نگهدار.